آزادی امیر تتلو در عید فطر، همونجور که توی ویدیوهای گذشته راجع به صحبت کردیم و گفتیم، خواهر امیر تتلو مدت‌ها شده در استوریا و حتی صحبت‌های راجع به این میکنه که داداشش به زودی آزاد میشه. همونجورم که الان دارین توی تصویر می‌بینید، خبرگزاری مختلفی از این خبر دادن که امیر تتلو رو عید فطر به مدت 3-4 روز آزاد میکنن. خود قوه قضاییه و دادسرا و قاضی که روی پرونده تتلو کار میکرد گفته که تتلو هیچ گونه اتهامات تجاوز و حتی قانون شکنی هایی بهش نسبت دادن و توی پروندهش جای ندادیم و اونقدر تتلو که بیان میکنن و رسانه ها دنبالش هستن مشکل نداره که به زودی آزاد بشه و اونقدر ها در بازداشت ما نمیمونه. و خود مادر امیر تتلو گفته بود که چقدر دادگاه داره خوب پیش میره، چقدر همه چی به نفع خود تتلو هست و به نظر خبرهای خوبی از تتلو بیرون خواهد اومد. تتلویی که توی دادگاه دیدیم چه جوری حضور پیدا کرده بود و به نظر توی عید فطر طبق گفته های یکی از افراد به مدت 3 روز قرار آزاد بشه و بیاد بیرون و به قید وثیقه و دوباره برگرده تو تا مراحل دادگاهش انجام بشه. در همین خصوص هم آیسان اسلامی و حسین تویی دیشب صحبت های جنجالی انجام دادن که با هم دیگه ببینیم. اصلا ببین، چیزی که من حسم میگه یکی دو سالو میخوان نگر دارن، یه حسی اینجوری دارم، ولی من امیدوارم همین چند ماه من و یو الان دیدم حسین آوردن بالا، الان ما سوال کردیم ما رو پشیمانی نندازیم بعدن. آی پسر قدیر سوال اونجوری کرده، بچه های رپ حمله کردن به اون، نمیدونم اینجوری شد. من یه چیز راجع به امیر بگم، ببین کاری ندارم، کلا ما هر کدومون اشتباه و خلافی چیزی بکنیم طبیعتا اگه انسانی نباشه حالا باید تاوانشو پس بدیم، ولی اینکه به خاطر خوندن و اینجور چیزها مثلا طرف خیلی بیشتر روش زوم میشه و بیشتر زندان میره و بیشتر متهم میشه خیلی تو مخه. یعنی من تمام تلاش همین، حتی دیگه اینم باز نباید میگفتم تو میوزیک ویدیو بعدین دارم یه حمایت کامل از تتلو میکنم، اصلا راجع به اونه کلا سیستمش. اینا حالا راجعش توضیح نمیدم دقیقاً چیه، ولی یعنی اینکه داش هممون باید فشار بذاریم دیگه، این فاز اینکه فشار بذاریم که من هر کاری نتونم بکنم به خاطر اینکه جان من و عقاب های سرسفید ایران طرفدار تمام خواننده ها شما، تو که خب اول من حسین جان بهت گفتم تو داداش منی، بعدنم که دیگه داداش بچه بسیار خیلی بچه خوبی هستی حسین، ها اینه به جان قدیر به دارم راست میگم. آره خیلی آقایی، خیلی راستی آنستی، خیلی هیچ چیزی هم علاقی در این دنیا حسین جان اتفاق نمیفته، هیچ صد درصد. آره میگم ماشین رو بردی، ماشین رزوانی رو بردی آجی، داشت دو روز پیش رزوانی رو میفرستاد، خود آقای رزوانی زیو بهش گفتم نفرست، میخوام بیام الی چون داره دوبه گرم میشه به غلط رزوانیه، فامیلیش هم اومدم تو گرمای دبی پشیمون شدم آیسان، گفتم من هم آمریکا رو میخوام، غلط کردم. آخه بعد یادی آمریکا زندگی کنی؟ جان غریب از اینو تو ای بابا من دبی استاگ بود. دیزی کو دیزی رو چیکار کردی؟ دیزی رو چیکار کردی؟ دیزی الان پیش رفیقمه، پیش رفیقم، ولی چون آیسان من می میام دیگه آمریکا ان شاء الله، ولی بعدش چون داداش باید برم استرالیا، اروپا، این برون بعد دیزی اذیت میشه، هی تعلام میمونه با این پسر، یه خانواده رو پیدا کرد فرشید میگفت این پسر خوبیه، میگفت خیلی اون از خودمون بیشتره، من و فرشید بیشتر حواشه داره، دماغ دیزی الان دیگه خشکی نمیزنه، موهاش نمیریزه ولی الان یه خانواده، آره یه خانواده واسش پیدا کردم، پیش اونا باشه منم الی میرم میبینمش دیگه، چون واقعا من که نمیتونم سفر رو ببرمش عذیت میشه. نه نه بابا زندگی یه مدلی بعضی موقع دیزاین میشه، آدم با یه چیزایی که دوست داره فاصله پیدا میکنه، ولی قلب هم اونجا زلا. من قدیر رو ببین، من کلن تا 12-13 سالگی با قدیر زندگی کردم، بعدش که همش در به در بودیم، اون در به درتر از ما، بعدش هم که اومدیم آمریکا خاکرسه برای زندگی بهتر دیگه نهیدیم میشه سنگه. خب الان مثلا همسایه ما نمیتونه بگه من قدیر بیشتر دوست دارم، چون هر روز قدیر میبینم که میدونی چی بهت میگم. آره نه اون بحث بود که من دانشگاه کویت حسین تو سمینار آخر من اگه دیده باشین با تو یوتیوب با جو ماسک، با جو ماسک که بودم در حاجی یه سری رفیقا هم دیدید، من مثلا رفیقای بچگیم 20 سالم
باهاش یه سالم تلفنی حرف نمیزنم، همون موقعی که زنگ میزنیم قشنگ همون حس از همونجا شروع میشه که باید شروع بشه از ادامه ماجرا. دقیقاً داداش پدرام هم میای پس آره. خیلی جالب اینجا بابای منم اینه، بابای تو استاد داوود قلبش باتریه و منم مثلا کلا شاید تو این 15 سال یکی دو بار تونستم ببینمشون واسه قلبش نمیتونست سفر کنه. انشالله که سلامت باشه برادر من. آره خیلی باعث خوشی داداش. بابای جفتم شبیه فازشون اینه. آره فقط بابای من حسین جان فقط دلار دوست داره، فقط عاشق بابای من تومن. نه اون میگه چون دلار نوسان داره، میگه تو نمیدونی به من تومن بدی، به من دلار بدی. بابا درنگتره یه داداش، من تو رو قلبا دوست دارم، به خدا بهت میگم خیلی باحال. آره خیلی خبر خوبه. حالا میام من بعد میام با هم ساندویچی و فلان و اینا حال می‌کنیم با هم. آره یه خونه کوچولو هم میگیرم که حالا اومدیم و بریم، منم میام یوسف خونه تو. بیا داداش. آره بابا، آره بیا بالا سر بابا. آره شکرتیم. باش اونجا من برم تو خونه حاضر شده ها. موهاتو بذار بلند بشه، خیلی زد میاد، کف کردم اصلا. مو رو من میخوام یه کاری کنم ملت کف کنم. من فقط میخوام از این بعد تو ایران هر جا میری کفی باشه همه جا. چرا بگم پسر قدیمی تو بلند بشه. دونه تو بذار بلند بشه، این چکمه هم باله، بعد کلا بلند خیلی بد میاد. نه دیگه نمیزنم. چی میخواستم علیگی جنگی بشه قیافه من بگم ولش کن بابا. این هنر پیشا هم نگاه کنیم. همه فیت کردم. بیا تو حسین. حسین. هنر پیشا رو نگاه بکنی همه جولیده بولیدن. مثلا آرتیستی تره خیلی. ما هم داده امکان برگشت رضا داوود نژاد به شرایط عادی رو 10% اعلام کرده ابراز داشت. اگه روند درمانی هم خوب پیش بره نیازی به پیوند کبد برای رضا داوود نژاد نیست. رضا داوود نژاد 91 بود که رو به بهبودی بود و پزشکان نیاز به عمل پیوند رو منتفی کردن. ناراحتی رضا در حال بیماری از شایعات دیگه بود که بهش گفته بودن ممکنه مواد مصرف کرده باشه، اینا همچنان از لحاظ روحی اونو خوردش میکرد. اعلام کرده بود که شایعات باعث تردید خانواده شده، اونا میخوان آزمایش اعتیاد بده. انقدر فشارهای روانی و اجتماعی روی این خانواده زیاد شده بود که حتی داخل خودشون هم دچار مشکل شده بودن و فکر کنید رضا داوود نژاد با اون حال رفت که تست اعتیاد بده برای اینکه بخواد خانواده‌اش رو آروم کنه. جواب آزمایش و جراحی هم در حالی از ابهام موند و کسی راجع به اون حرفی نزد. جراحی بایپس معده راه میانبر افراد چاق به لاغری است، اما این عمل سالها قبل جان یک مرد سنگین وزن توی ایران گرفته بود و بیماری رضا داوود نژاد نارسایی حاد کبد بود که با نام